سلام بینندگان عزیز، امروز جمعه 24 سپتامبر در برنامه خبری امروز چنین موضوعها را داریم، با ما باشد. در روسیه قانونی نو درباره مهاجرت تهیه کردند. هشدار طالبان به تاجیکستان. جبهه مقاومت ملی در افغانستان از تشکیل دولت گفت. پناهجوی افغان 25 روز باز در مرز منتظر ورود به تاجیکستانند. روسیه میخواهد قانون جدیدی را درباره مهاجرت تهیه کند که طبق آن حالتهای ورود، بودوباش و دیگر امور مهاجران را به شکل دیگر تنظیم کند. معاون سردار سرایاست وزارت کارهای داخلی روسیه آید به مسئله های مهاجرت کریل ادزینف اعلان کرد که قانون نو در ساحه مهاجرت که حالا در روسیه تهیه میشود میتواند از سال 2024 اعتبار پیدا کند. بنا به معلومات ریا نوست، کریل ادزینف گفت قانون نو در ساحه مهاجرت از سال 2024 اعتبار پیدا میکند و آن مسئله های ورود، بودوباش و فعالیت مهنتی مهاجران را به تنظیم می‌دارد. اینچنین ادزینف افزود که دو نمود ورود به روسیه وجود خواهد داشت، روادید و بدون روادید. قرار است یک سند جوری کرده شود که آن همه حجت هایی را که حالا برای مهاجران ترتیب داده میشوند عوض کند. همچنین و از جمله مشخص کردن قاعده های رساندن کمک طبی به مهاجران مهنتی در دایره سغورته حتمی طبی و گرفتن روادید طبی در نظر خواهد بود. قبلا گزارش شده بود که مهاجرانی که در قلمرو روسیه قرار دارند باید حجت یگانه با انتقال دهنده الکترونی داشته باشند که آن در داخل کشور همچون شناسنامه شخصیت خدمت کند و برای گرفتن آن مهاجران باید به مقامات اجرایی فدرالی در ساحه کارهای داخلی عریضه پیشنهاد کنند. اینچنین از سنجش بیومتری بگذرند. تاجیکستان دو خواننده قرغیز را در نتیجه مذاکرات با قرغیزستان رها کرد. بنا به اطلاع خدمات مرزبانی قرغیزستان، این دو نورس 16 ساله 23 سپتامبر در مرز با تاجیکستان به قاچاقباران کمک میکردند. همچنین گفته میشود که تاجیکستان آنها را در منطقه نامعین مرزی بازداشت کرده است. در گذرگاه کلوندو راهبرانی ولایت های بودکند قرغیزستان و سوغد تاجیکستان ملاقات نموده، در نتیجه گفتگو تاجیکستان نورسان بازداشت را آزاد کرد. این در حالی است که 23 سپتامبر سال جاری ساکنان قرغیزستان دانش آموزان مکتب رقمی 64 شهر اسفره را سنگباران کردند که در نتیجه دست کم 4 نفر، دو خواننده مکتب، یک طفل و یک ساکن 31 ساله هم زخمی شده است. مقامات تاجیکستان همتایان خود از جمله رئیسان بودکند و اقصای قرغیزستان را از این حادثه آگاه کرده بودند، ولی تاکنون جزئیات این حادثه رسانه‌ای نشده است. در شهر نورسلطان قزاقستان کوچه به نام ابو عبدالله رودکی نامگذاری شدن این پیکره سر دفتر ادبیات تاجیک در اولی کوچه گذاشته شد. به اطلاع دفتر مطبوعاتی دستگاه شهرداری دوشنبه، در مراسم افتتاح این پیکره و نامگذاری شدن کوچه به نام ابو عبدالله رودکی، نمایندگان پارلمان دو کشور شرکت کردند. از جانب تاجیکستان، رئیس مجلس ملی، مجلس عالی تاجیکستان و شهردار دوشنبه رستم امومالی و از جانب قزاقستان، رئیس سنت پارلمانی قزاقستان مولن اشمبایف و حاکم شهر نورسلطان آلتای کولگینف در شهر نورسلطان و دیگر مسئولان رسمی حضور داشتند. گفته می شود کوچه مذکور در ناحیه الماتای شهر نورسلطان جایگیر بوده، درازی آن 710 متر می باشد. آن از کوچه بیمبت مایلین آغاز شده در خیابانی با اورژان مومیشولی به آخر می رسد. همچنین در این کوچه مکتب گیمنازیای رقم 51 و مرکز طبی شهری رقم 6 نیز جایگیرند. این پیکره سر دفتر ادبیات تاجیک با عبدالله رودکی در بورش کوچه بیمبت مایلین گذاشته شده، بلندی آن یک جو با پایش 3 متر می باشد. کوچه مذکور قبلا به نام کوچه رقم 179 معروف بود و قرار نمایندگان پارلمان قزاقستان در مورد تغییر نام کردن آن به نام سر دفتر ادبیات فارس تاجیک با عبدالله رودکی ماه مارس سال 2018 قبول شده بود. نامگذاری شدن این کوچه به نام شاعر تاجیک در حالی است که اکثر دانشمندان و نویسندگان تاجیک مخالف جای نام شدن شخصیت های تاریخی هستند. طالبان با برگزاری رژه نظامی یا پردهای حربی نیروهای استشهادی خود در شمال افغانستان، به خصوص ولایت‌های هممرز با تاجیکستان هشدار می‌دهند. خبرگزاری دولتی افغانستان آژانس اطلاعاتی باختر 23 سپتامبر خبر داد که شاخه نیروهای استشهادی گردانی منصوری طالبان در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان تأسیس شد.
منبع می افزاید معزالدین احمدی سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی بدخشان گفته است که این شاخه نظامی با حضور مولوی امان الدین منصور والی بدخشان جهت تأمین امنیت بیشتر شهروندان بدخشان پرد حربی انجام داد و برای مبارزه در برابر هر نوع خطر احتمالی اعلام آمادگی کرد. گروه مرگ طلبی طالبان که با نام نیروهای استشهادی گردان منصوری شناخته می شوند، مرکزهای آن در قندهار و کابل جایگیر شده، شاخه های آن در ولایت های شمالی افغانستان به مثل قندوز، تخار و در مرکز ولایت بدخشان افغانستان تأسیس شدند. همزمان روزنامه ایندیپندنت بریتانیا در این باره نوشته است، به نظر می رسد رسانه‌ای کردن حضور نیروهای مرگ طلب در شمال افغانستان، به خصوص شهرهایی که با کشور تاجیکستان هم مرزند، نوع پیام هوشدار به حکومت مالی رحمان است. در روزهای گذشته دولت تاجیکستان برای کردی تندتر به حکومت طالبان تخته بود. امام علی رحمان همچنین در دیدار با عمران خان حکومت طالبان را نامشروع خواند، زیرا با گفته او همه مردم افغانستان را نمایندگی نمی کند. بر اساس گزارش ها پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان با راهبری اشرف غنی و سر قدرت آمدن طالبان، نیروهای حرکت انصار الله که اکثر آن شهروندان تاجیکستان هستند به منطقه های نزد مرزی افغانستان با تاجیکستان رفتند. تاجیکستان تمام اعضای خانواده رهبری پیشین انصار الله ملا امریدین را طی یک عملیات در وادی رشت در سال 2006 کشته بود و در حال حاضر رهبری این حرکت را پسر ملا امریدین بر عهده دارد و مقامات تاجیکستان بارها اعلام کردند که وجود نیروهای حرکت انصار الله در مناطق نزد مرزی افغانستان با تاجیکستان آنها را نگران میکند. در حال حاضر تمامی همسایه های تاجیکستان و شریکان رهبردی آن به مثل روسیه، چین، ایران و شریکان بااعتماد تاجیکستان به مثل پاکستان هم رسما با حکومت طالبان در افغانستان همکاری را آغاز کردند. اما در این وسط تاجیکستان تنها کشور است که تا حال بر موضع خود پافشاری دارد و تاکید میکند که باید در افغانستان حکومت همشمول تشکیل کرده شود، سپس آن را به رسمیت میشناسد. این پافشاری تاجیکستان به حکومت طالبان خوش نیامده است. ظاهرا برگزاری پردهای حربی نیروهای مرگ طلب طالبان در شهرهای هم مرز با تاجیکستان هم این پیام را میرساند که هر دو طرف نگران هستند و هر لحظه میتواند مرز دو کشور را ناآرام کند. امرالله صالح و بسم الله محمدی دو شخصیت پرتاثیر در میدان سیاسی افغانستان و سابق مقامداران در حکومت پرزیدنت فراری اشرف غنی با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ملاقات کردند. بخش تاجیکی خبرگزاری سپوتنیک از قول منابعش نوشته که این واخوری روز 19 سپتامبر صورت گرفته، در آن امرالله صالح سابق معاون اولی پرزیدنت افغانستان، بسم الله محمدی سابق وزیر دفاع، تاج محمد جاهید وزیر کارهای داخلی سابق و محمد ظاهر اغبر سفیر افغانستان در تاجیکستان اشتراک داشتند. در همین حال تلویزیون افغانستان اینترنشنال خبر داده که لطیف پدرام رهبر کنگره ملی افغانستان از تشکیل دولت جدید گفته است. با گفته پدرام این دولت نه در خارج بلکه در داخل کشور تشکیل خواهد شد. آقای پدرام عرض کرده که شکل دولت دیرتر اعلام خواهد شد و نگفته که این دولت موازی خواهد بود یا ائتلافی. تشکیل پیمان مخالفین طالبان که در نظر است تا چند روز دیگر اعلام تأسیس کند در دیگر رسانه ها نیز صدا داده است. همزمان سمونه پیام از قول منابعش نوشته که این پیمان با محوریت تاجیکان شکل خواهد گرفت، اما اقوام دیگر از جمله ازبک ها و هزاره ها نیز در آن قسما یا پورا شرکت خواهند داشت. امام علی رحمان در حال حاضر یگانه رهبری کشوری همسایه افغانستان است که آشکارا از مخالفتش به شکل حکومت طالبان گفته است. زیاده از 3000 نفر از افغانستانی ها بیش از 3 هفته می شود که در مرز با تاجیکستان قرار داشته، انتظار آنند که مقامات تاجیک مرز را باز کرده به تاجیکستان پناه برند. تلویزیون افغانستان اینترنشنال با نشر نوار خبر داد که بین 3 تا 3500 نفر در مرز اشکاشم به سرنوشت منتظر باز شدن مرز هستند. با اطلاع منبع آنها می خواهند به تاجیکستان پناهنده شوند، اما مقامات تاجیک به آنها اجازه ورود نمی دهند و این مردم گرسنه و تشنه از امکانات اولیه زندگی محرومند و در زیر درختان شب را روز می کنند. با گفته بعضی تحلیلگران اجازت ندادن پناهجویان افغانستانی به تاجیکستان در حالی است که امام علی رحمان خود را همچون حامی جبهه مقاومت معرفی نموده، حتی در سخنرانیش در سازمان ملل متحد نیز از پایمال شوی حقوق مردم افغانستان صحبت کرد.
قبلا مقامات تاجیکستان اعلام کرده بود که آماده است حدود 100 هزار پناهندگان را از افغانستان بپذیرد. همزمان ماه ایول رئیس ولایت ختلان قربان حکیم زاده در نشست مطبوعاتیش به خبرنگاران ابراز داشت نباید فراموش کرد که در دوره جنگ شهروندی ساکنان ما را قبول کردند. آنها ما را به خانه و خوراک تامین کردند. امروز آنها در اضطرابند و ما وظیفه داریم که کمک کنیم، البته با نظر داشتن معیارهای بخطری و سانیتاری. اما بعدتر 1 سپتامبر رمضان رحیم زاده در ملاقات با رهبری نمایندگی کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان مولوگیت زیودی گفت در حال حاضر تاجیکستان با دلیل نداشتن بنیاد زیرساختاری پناهگاه برای قبول مهاجران و توجه نکردن سازمانهای بین المللی به این مسئله قادر نیست از پناهجویان افغان پذیرایی کند. پس از این اتحادیه اروپا برای کمک به پناهندگان افغانستان به تاجیکستان 160 هزار یورو جدا کرده بود، اما با این وجود مقامات تاجیکستان به پناهجویان افغانستانی که در بین آنها زنان و کودکان حضور دارند اجازه ورود به تاجیکستان را نمی‌دهند. اینجا برنامه امروزای ما به پایان رسید. استراحت خوب و خوش داشته باشد. خدا نگهدار.